دوستان عزیزم سلام، خیلی ممنونم که با فارسی مدیا همراه هستید و ما رو حمایت میکنید. لطفاً کسانی هم که برای اولین بار به کانال فارسی مدیا سر زدن، فارسی مدیا رو سابسکرایب کنند. ممنونم. در این ویدیو در خدمتتون هستیم با درمان حالت تهوع با 6 دمنوش بسیار اثر بخش. با ما همراه باشید. درمان حالت تهوع با دمنوش‌های طبیعی میتواند بسیار مؤثر باشد. نوشیدن یک فنجان دمنوش گرم میتواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای رفع ناراحتی‌های گوارشی به خصوص حالت تهوع باشد. حالا تهوع نوعی ناراحتی معده به حساب می آید که سبب استفراغ فرد می شود. در حقیقت برخی از دمنوش ها به تسکین حالت تهوع ناشی از شیمی درمانی و بارداری کمک می کنند. در این ویدیو می خواهیم شما را با 6 نوع از بهترین دمنوش های تاثیرگذار آشنا کنیم. پس با فارسی مدیا همراه باشید. مورد اول، دمنوش زنجبیل. هزاران سال است که زنجبیل را به عنوان یک داروی طبیعی برای درمان تهوع استفاده می کنند. معمولا خوردن آب نباتی یا قرص هایی با طعم زنجبیل می تواند به حل مشکلات معده کمک کند. بررسی های یک مطالعه نشان داده است که زنجبیل حالت تهوع و استفراغ صبحگاهی در افراد تحت شیمی درمانی و یا کسانی که از داروهای خاصی استفاده می کنند و یا افرادی که جراحی انجام داده اند را تسکین می دهد. یک مطالعه مشابه دیگر بر روی 576 نفر که تحت شیمی درمانی قرار گرفتند نشان داد که خوردن نیم گرم زنجبیل می تواند به طور قابل توجهی حالت تهوع را کاهش دهد. اگر بیشتر مطالعات بر روی عصاره های زنجبیل و مکمل های بسیار غلیظ متمرکز شده است، اما به احتمال زیاد همین مزایای ذکر شده در چای زنجبیل نیز وجود دارد. برای تهیه چای زنجبیل نیز کافی است یک پوسکن کوچک بردارید و مقدار زنجبیل را بسته به ذائقه خود در آن رنده کنید و به مدت 10 الی 15 دقیقه در آب بجوشانید. سپس دمنوش آماده را از صافی بگذرانید و یا مقدار کمی عسل یا دارچین و لیمو به آن اضافه کنید و میل کنید. مورد بعدی، دمنوش بابونه. دمنوش بابونه که از گل‌های شیرین با طعم و مزه خاص تهیه می‌شوند، می‌تواند خاصیت فراوانی برای سلامتی شما به همراه داشته باشد. در طب سنتی از بابونه برای آرامش عضلات و دستگاه گوارش و همچنین درمان بیماری‌های حرکتی، حالت تهوع و استفراغ، گاز معده و سوء هاضمه استفاده می‌شود. طبق یک مطالعه 4 ماهه بر روی 65 زن تحت شیمی درمانی نشان داده شد که مصرف 500 میلی گرم عصاره بابونه دو بار در روز باعث کاهش دفعات استفراغ می شود. در همین حال نتایج یک مطالعه دیگر بر روی 105 زن اظهار داشته که مصرف عصاره بابونه نسبت زنجبیل در کاهش حالت تهوع و استفراغ ناشی از بارداری مؤثرتر است. توجه داشته باشید که زنان باردار قبل از نوشیدن دمنوش بابونه باید با پزشک خود مشورت کنند، زیرا مصرف این دمنوش و نیز سایر دمنوش‌های گیاهی ممکن است برای بارداری آنان خطراتی را ایجاد نماید. با اینکه بیشتر مطالعات صورت گرفته بر روی عصاره‌های بسیار غلیظ از این گل آزمایش شدند، اما میتوان گفت که نوشیدن دمنوش بابونه نیز اثرات مشابهی دارد. برای تهیه یک فنجان دمنوش بابونه لازم است یک قاشق غذاخوری بابونه خشک را در یک فنجان آب گرم ریخته و پس از گذشت 5 الی 10 دقیقه میل نمایید. بریم سراغ مورد سوم، دمنوش لیمو و عسل. این دمنوش یک چای محبوب به حساب می‌آید و طعم بی‌نظیری دارد. مطالعات متعددی نشان دادند که رایحه لیمو به تنهایی میتواند حالت تهوع را تسکین دهد. به عنوان مثال یک مطالعه 4 روزه بر روی 100 زن باردار نشان داد که بوییدن اسانس لیمو به طرز چشمگیری حالت تهوع و استفراغ را در آنان کاهش داده است. در همین حال عسل نیز میتواند طعم اسیدی لیمو را متعادل کند. همچنین عسل دارای خواص ضد باکتریایی است و میتواند از شما در برابر عفونت هایی که باعث حالت تهوع میشوند محافظت نماید. تهیه این دمنوش خانگی بسیار ساده است. برای انجام این کار لازم است 2 قاشق چایخوری آب لیمو را به همراه 2 قاشق چایخوری عسل را به یک فنجان آب داغ اضافه نمایید و خوب هم بزنید. خب، دمنوش شما آماده است. بریم سراغ مورد چهارم، دمنوش رازیانه. رازیانه یک گیاه معطر است که با هویج، کرفس، گیشنیز و شوید ارتباط نزدیکی دارد. مدت هاست که از این گیاه دارویی و طبیعی به عنوان درمانی برای بیماری های نظیر معده درد، اسهال و یبوست مورد استفاده قرار می گیرد. برخی دیگر از خواصی که این دمنوش دارد عبارتند از تأثیر بر روی قاعدگی. مطالعه بر روی 80 زن نشان داده است که مصرف 30 میلی گرم رازیانه قبل از قاعدگی به کاهش علائمی مانند تهوع و ضعف کمک می کند. علاوه بر این یک مطالعه دیگر بر روی 159 نفر مشخص کرده است که نوشیدن یک فنجان دمنوش رازیانه در روز میتواند به تقویت سلامت دستگاه گوارش، بهبود روده ها و منظم شدن عملکرد آن کمک کند. برای تهیه یک فنجان چای رازیانه میبایست یک قاشق چایخوری
دانه رازیانی خشک را به یک فنجان آب گرم اضافه کنید و مدت 10 الی 15 دقیقه بجوشانید. بریم سراغ مورد بعدی، دمنوش نعنا. دمنوش نعنا یکی از محبوب ترین دمنوش ها برای درمان معده درد و حالت دعوا است. در مطالعات حیوانی دریافتند که روغن نعنا می تواند باعث کاهش درد و آرامش عضلات دستگاه گوارش شود. نتایج یک مطالعه بر روی 123 نفر نیز نشان داد که استنشاق روغن نعنا به طور قابل توجهی تهوع بعد از عمل جراحی را کاهش می دهد. احتمالاً دمنوش نعنا نیز همین مزایای مشابه روغن نعنا را دارد. شما می توانید 10 الی 15 عدد برگ نعنای خرد شده را در یک فنجان آب گرم مدت 10 الی 15 دقیقه قرار دهید و سپس میل کنید. بریم سراغ مورد آخر و مورد ششم، دمنوش شیرین بیان. شیرین بیان گیاهی دارویی است و طعمی تلخ دارد. آب نبات و یا جویدن آدامس و نوشیدنی های تهیه شده از شیرین بیان می تواند اختلالات گوارشی را درمان نماید. یک مطالعه یک ماه بر روی 57 نفر نشان داد که مصرف 75 میلی گرم اسطوره شیرین بیان دوبار در روز باعث کاهش علائم سوء هاضمه از جمله حالت تهوع استفراغ معده درد و نفخ می شود. تحقیقات دیگری نشان دادند که عصاره شیرین بیان می تواند به بهبود زخم معده کمک کند. زخم معده می تواند علائمی مانند نفخ، معده درد، حالت تهوع و استفراغ را ایجاد کند. توجه داشته باشید که مصرف مقادیر زیاد این گیاه ممکن است عوارض جانبی منفی از جمله افزایش فشار خون را به همراه داشته باشد. این عوارض ممکن است با کمبود پتاسیم در بدن تشدید شود. به همین دلیل بهتر است میزان مصرف خود را فقط به یک فنجان در روز محدود نمایید و در صورت بروز هر گونه مشکلی با پزشک خود صحبت کنید. فراموش نکنید که مصرف این دمنوش برای زنان باردار میبایست با مشورت پزشک انجام گیرد، زیرا مصرف شیرین بیان میتواند همراه با بروز خطراتی برای آنها باشد. خیلی ممنونم که با فارسی مدیا همراه بودید. شب و روزتون خوش.